گفتم یا حسین میاد اینجوری گفتم آقا سوم من جشن تکلیف دارم. خیلی مخلصم آقا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای خاطره بازی. به قول دایی خواطر. ویدیوهای خاطرمون رو دوست داشتید، خیلی عجیب بود برای خود بنده که خیلی دوست داشتید. گفتن که خوش سخنی. در دوران اگر اشتباه نکنم راهنمایی، اول راهنمایی نه چند سالمون میشد؟ 7 و 5 13 سالمون، درست میگه؟ 12 13 دیگه. میخواستم برم مدرسه، یک سری از روزا رو باید خودم میرفتم، یه سری روزا بابام خواهرم چون میبود مدرسه، من تا خونه ما که این وسط بود مدرسه من مثلا این بالا بود از خواهرم پایین، یه سری روزا بابام خواهرمو میبرد، یه سری روزای دیگه مثلا همسایه‌مون میبرد چون دخترش بود، اینا یه روز در میون میبرد، همسایه چسبیده بودیم دیوار به دیوار بودیم. اون روزایی که بابای من خواهرم و همسایه‌مون رو میبرد، اون دوتا رو میبرد، بعد میومد منو میبرد مدرسه. خیلی هم سختش بود چون سرویس میشه. آره. بعد نه، کلا اینجوری بود که چون تا 9 میخوابید 7 میخواست بیدار شه دوباره بیاد بخوابه، یه خورده سختش. بخاطر همین تو راه معمولا چشش رو وا نمی کرد بابا. آره خب منم که بچه اون تایم بیدارمون کردن، خب ما چهارتا نشستیم تو ماشین و خب اول سوام که حرف نمی زدن، چهارتایی رفتیم تا مدرسه خواهرم، خواهرم و همسایه‌مون رو پیاده کردیم، اومدیم دم خونه ما پارک کردیم. وقتی پارک کرد ماشین خاموش کرد، گفتن که من نبردی. گفتش که تو اینجایی؟ چه چیزی نمیگی؟ گفتم که خواب بودم. خب منم خواب بودم. حساب زد، یک رفت. گذشت، دوباره روز بعدی نوبت بابام شد. خواهرم اینا رسوندی اومد در خونه پارک کرد. گفتم من نبردی. ای بابا من گفتم تو اینجایی؟ چه چیزی نمیگی؟ تو تا خواب بودم. منم خواب بودم. خدا شهده دارم راست میگم. دوباره باد واقعا من یاد همین دوله میگه. تو کارای رزت دارم. آقای سینمایی اومد. هم اون یه چه کارکتری داره. و یک سال تمام این بود داستانم. چرا نمازی؟ چرا نگفتی؟ خواب بودم. منم خواب بودم. حساب فکر کن سوم راهنمایی جشن تکلیف ما بود، درست میگم؟ سوم راهنمایی میگرفتم یا دوم بود یا سوم؟ سوم بود، ماه رمضون بود، تو ماه رمضون جشن تکلیف رو گرفتم و ما صبحی بودیم، یعنی صبح میرفتیم تا زور 12:01. گفتن فلان روز مثلا ساعت 5 و 6 غروب که اذان میگن افطاره، بچه ها بیان برای جشن تکلیف سوم راهنمایی ها بیان. ما اون روز خونه عمومون دعوت بودیم، اینا همه رفته بودن خونه عموم، افطار کردن، بعد افطار قرار بود بابای من سری بیاد دنبال من، منو برگردن خونه عموم شام اونجا. آره شام اونجا بود، نه جلو خونه بود. من اینجا نیستم. من بعد به سه ما مثلا اینجا بود که من 5 سال دبستان اینجا خوندم، 3 سال راهنمایی که جدید بابای من رفته در مدرسه دبستانم که تو 5 خونده بودم. اون 3 ساله که منو میبرد میگفت چرا گفتی خواب بود. واقعا هر روزش باید خواب باشه به قرآن ها. بعد رفته بودم مدرسه دبستان من، دبستان ساعت 7 تا ساعت 12:01 بود فکر کن، ساعت 5 و 6 غروب رفتی همه جا خاموش، زنگو زدی بابای مدرسه اومده دمه در، گفتی جانم، گفتی که بچه ها تعطیل شدن. به خود این بوده بعد تعریف کرد، یارو گفتی که خیلی وقت تعطیل شدن، بابای من گفتی کی تعطیل شدن بچه ها، گفتی که زور، گفتی زور تعطیل میشن، نه بابا چرا من این حتما سیگار میکشه قدیر میاد. نه بعد گفتی که اینا جشن داشتن، گروه بود آقا جشن چی دیگه، زنگ زده خونه عمو کاش جشن تکلیف رو میگفت. نه آقا اینجا ابتداییه. آره بعد اومد دنبال ما و کاری نداره، ما 200 وایستاده بود، بعد گردنم نمیگرفت، یعنی میگفتم بابا مگه میشه تو همین هنگ که تو چیز داشتیم صحبت میکردیم، گفتم مگه میشه تو یادت بره، هی میگفت حالا هیچی نگذشتی. بعد یکی فامیلای ما گفت بابات هم جرزانه. آره گفت آقا سعید حامد چندمه؟
گفت حامد چندومی بابا؟ گفتم آقا سومم، من جشن تکلیف دارم. گفت سومه. خودش دیگه اونجا خندش گرفت، گفت بابا من نمیدونم، من از صبح میرم سر کار شب میام. گفتم خب یه خورده گردن بگیر، کاری که کردی و گردن بگیر، محصولش رو بگیر. داره من یک سریال خوب آقای عطاران میتونی از بابای حامد بسازی، به نظر نویسنده ها رو بفرست. تموم شد؟ خیلی تأثیر بذار. ما منو مهیار رفیقم و روزبه، روزبه هم که بچه ها میشناسن، ما ستایی دعوت شده بودیم عروسی پسرخالم، پسرخاله من. چون پسرخاله من تو محل کودکی ما بود، با هم بودیم، چهارتایی با هم رفیق بودیم دیگه. این ازدواج کرد و ما رو عروسیش دعوت کرد. ما هم دیگه اصلا فکر کنم این دو سال پیش نبود دیگه، یه جوری بود که سنمون اینجوریه که دیگه اصلا بزن برخص و بلایده نمیشه، همون بغل باید میسادیم دست میدادیم اینجور صحبت ها. یه ها چیز شد، روز بگو من دستشویی دارم، میام دستشویی، رفت. بعد ما هم یه دو دقیقه اصلا تأخیر کردیم با محیه، گفتیم ما هم بریم حالا یه زوری خالی کنیم خودمون دیگه، الان غذا میارن نمیشه. رفتیم تو دستشویی، رفتیم تو دستشویی، سه تا دستشویی بود، یعنی دو تا شیمر بود، یکیش اون بود. من رفتم تو اون وریه، یه درش هم که بسته بود، محیر هم رفت رو اون یکی. آقا ما رفتیم نشستیم، یه بار داشتیم دستشویی میکردیم، یه بار یه صدا اومد زارت بلند. بعد من گفتم زدم زیر خنده، دیدم محیار هم داره میخنده و مثل مینیونم هم میگفتم اون میگفت همینجوری میخندیدیم و خودمون رو خالی میکردیم پرستا توی این چیزم. بله آقا این خنده تموم شد، من کار رو جمع کردم، دست رو شستم، دیدم. بعد گفتم که اینجوری زدم به در رفته، گفتم گوزو یا بیرون گوزو تو دستشویی. بعد چون میدونستم خودمونیم دیگه اینجوری بیاده، گفتم بیا بیرون دیگه، کارت سنگینه بابا. من رفتم آقا همینجوری رفتم، دیدم معیار روزبه جلو در وایستادن. بعد اینجوری شدم که چی بود و چیزش شد و فلا. اومدم پیشش گفتم معیار چه گوزی دادی؟ گفت من نبودم که. مگه تو نبودی؟ گفتم نه تو بودی. گفت من که اصلا اومده بودم بیرون، اول روز به تو نبوده. بودی گفتم پمانشی به کیو میخندیم؟ من و معیشو میخندیم یه پیرمرده اینجوری خالی کرد و رفت. بعد فامیل ما هم نبود، فامیل عروس بوده. بعد خودم رو میذارم حاجی تو ذهن پیره مرده که پس تو رفتی دستشویی، حالا در رفتی دستشویی دیگه، جو شیرینی نمیخوام بدن که همون همین کار هست. یهو دو تا آشولاش تو عروسی میخندن اینجوری به اون صدایی که تو دادی بیرون. بعد تموم نمیشه، در میزنه میگه بیا بیرون گوزو، میخواد تو فامیل بیاید سیاد کنه. نمیدونم حلال کن حجی ما رو به هر حال، نمیدونستم بگم رفیقم اگر ویدیو رو میبینی عجیبه، شما ویدیو رو میبینی مخاطبا چقدر سنشون بالا ایشون بوده. همسید حالا به هم برسونید به دستش. من یه بار تو دبستان بود، آره دیگه دبستان بود، ولی چندومش رو یادم نیست. اون موقع اگه یاد باشه خیلی میزدن، تهدید میکردن، یعنی مثلا تو اون چند سال داشت رو به بهترین روان و داغون میکردن. آره. ما همه مدرسه ها دو تا در داشتیم، یه در حیات یه دو در ساخته بود. اگر دیر میومدی در حیات بسته شده بود، بعد میرفتی از اون بر میومد و این عذاب ما بود. من هم همیشه دیر بیدار میشدم، یعنی همیشه میرسیدم سر کوچه مدرسه، داشتن این در رو میبستن، میدویدم این لا خدا میدادم تو، همیشه این موزل رو داشت، زیاد جا میموندم. وقتی هم از اومد میرفتم یه کتک میخورد دیگه. به جای رسیده بود که به من میگفتن اگر این سری از این ور بیا جرت میدیم، و من یه بار دیر رسیدم، گفتم وا چی کار، یعنی استرس محض. قشنگ یادمه به قرآن 5 نفر بودیم،
یعنی ببین من که دیگه خودم باخته بودم، گفتم بد کتک میخورم اصلا برم یا نرم. اینجوری بودم. بعد کتاب فارسی هم دستم بود، اینو انقدر از استرس اینو لوله کردم، اینو میگفتم رفقا میگفتم میریم بابا اشکال نداره، گفتم بابا من 10 بار دیر اومدم میزنه. ما رسیدیم اونجا، ما رو دیدن این چهار تا رو نگه داشت، یعنی مثلا اینجوری نبود که بیا برو، گفت یه لحظه وایس شما، همه رو به صف کرد، فکر کن 5 تا مقطع اول تا پنجم، هر کلاس 2 تا 3 تا 10 15 ردیف صف، همه هم 30 40 تایی کل حیات وایس. امروز میخوام یه درس عبرتی برای همتون بشه اینجا، ببین گردن شاهانی رو بزنید. من گفتم بیوتینه چیه آماده است، ما رو الان اینجوری میزنن. ما رو آوردن، ما 5 تا اون 4 تا نه، ما گفتن سر تو شد، گفتم آقا گفتم نریم، من گاو پیشونی سفیدم. 5 تا ما رو این جلو نگرد و چسبون به دیوار، همه مدرسه داره ما رو نگاه میکنه. ناظم هم پشت میکروفون میگه ببین دیر بیاین عاقبت تو میشه، این میکروفون رو انداخت تاق تو. گفتم یا حسین میاد اینجوری اومد اینجوری. بعد من پنجمی بودم، اولی و شا ببین زد من، این اومد اینجوری میشدم. این کتاب فارسی اون پشت لوله کرده بودم صفر، اینجوری که الان بزنه من پرتم. رسید به من دستشو برد بالا، من اینجوری کردم کتاب فارسی از دستم افتاد، ناخودآگاه رفتم پایین اینو بیارم، این دستو بلد یه چند زد. بعد ببین من این پایین بودم، صدای خنده جمعیت اومد، مرد دیگه حامد. اومدم بالا دیدم همه دارن میخندن، این ناظم و اینا همه اینجوری دارن من نگاه میکنم، این چهارتا اینجوری هم که بابا ایوه. گفتم من فقط اشتباهی بودم، واقعا ببین من اشتباهی بودم. ببین این به قرآن زد، کمربند و کشید، یه چیزی داشت مدرسه. عجب کسافتی هم بودی. نه اون خیلی میزد، خیلی کسافت، اون ناظم خیلی میزد، خیلی کسافت. بعد یه همیشه مثلا دو تا ناظم بد هست، یه دونه خوب هست، یه دونه بود به اسم آقای خالصی عینکی، من هنوز یادم این چیز آزمایشگاه و این چیزا بود، مسئول اونجا بود. این بند خدا نبود به قرآن منو میکشه، منو کشید از زیر دست والا این بیرون برد. گفت پسر این چه کاری بود کردی؟ گفتم بابا من کاری نه، من کتابم گفتم. حالا گریه هم میکنیم، ریده بودیم تو خودمون، ولی از من خورد شده چرا؟ این گریه و اینا خدا رو شکر همش داخل اتاق ناظمی، یعنی بچه ها ندیدن. و من از اونجا به بعد اینجوری بودم، اون 50 نفر آمد خیلی مخلصی بودم، خیلی فاندیویزو گرفتن درش میدادن بابا به خدا و حده عزت و احترام که بابا تو چقدر هر صورتی که اینجوری نبود، خدا به خدا این بودی واقعا اینجوری نبود. خب آجی یه خاطره ای هست، آجی گفتم بهت خواهرم ندارم آجی سبزی یادم بکنی من دوست دارم آجی الان فندوندن بود از خاطره که خداره شد آجی جو اجازه میگفتم که یه بازی ما میکردیم با بچه مدت آنلاین مثل رینبو تو پلی‌استیشن 4 بود. خب بعد همه همون میرفتیم توی یه تیم، حالا بچه ها قطعا میدونم ولی چون تو سنی ازت گذاشته با بیشتر تو میدونم، ماها آنلاین بودیم. هر تو آنلاین یعنی چی؟ از طریق اینترنت تکنولوژی زود بود برای آمد آجی چیزا داری میرفتیم توی یه اسکواد توی یه تیم، هر کی تو خونه خودش داشت بازی میکرد. بعد من یادم یه اسنایپر براشون اسمش گلز بود، اسم اپراتورش. همینجوری من کلن گیمرها میتونن از من بعدشون بیاد چون از این کمپر اعصاب خورد کنم، یه جا قایم بشه تله بذاره گیر کنی فلان، اصولا از ماها بعدشون میاد بچه های گیمر.
ولی خلاصه ما استرپ گرفته بودیم، وایساده بودیم بالا سر یه خونه، بچه‌ها رفتن تو تاق تاق تاق، یکی پس از دیگری مردن. بعد من اینجوری کردم، گفتم الان خیلی فاصله داشتم با مپ اصلی ها، یعنی اینا رفته بودم، من وایساده بودم زوم کرده بودم که بزنم. گفتم الان ببین فازی چی کار میکنه، تاق هد شات شد. این لاشی ها انقدر خندیدن من کل اعتماد نفسم رفت. ولی اینجا دارم میگم که من این اتفاق در دنیای واقعی برام افتاده. جدی میفرمایی؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما درآوردیم؟ کجا کجا میبرن شما رو اینا میگی؟ توی پینتبال با داداشم اینا کوچیکشون بودن دیگه، همه پسرعموها بود، پسرعموها داشتن. پینتبال توچال تازه اومده بود گرفته بود. به من هم اینا پوره از انگیزه که به سر تو شوتری تو خفنی فلان. گفتم که ببین دهنشون سرویسه، همه شروع میزنه. گفت اینا رفت و یه گفت تاخ، یعنی یه قدم بعدش گفتم فقط سری نشستم. این رنگو اگر میدی یعنی یارو به مخیلش نمیرسید که یکی اینقدر سریع تیر بخوره تو صورتی. بعد یه ماسک اینجوری داشت که یه تلقه خیلی کدری هم به چشمون، این رنگ نارنجی پخش شد روی. بعد دیدم این سود نزد که من برم بیرون، ندیده کردم با دستکش خودشون پخش شد. گفتم ایش توف توش ده پ وای وای این سر دیدم چه وای نمیشه. بعد دیدم این ماسک دمی داره اینجا، یعنی من کلی توف کردم اینجا، خدا رو شکر سرم پایینه ولی میوردم. یارو هم میگه پیتبال هم خیلی جدید اومده بود، خیلی حساس هم بودن اون که ماسک رو برده. من اینجوری کردم ریخ و ماسک تو بزن، گفتم خفه شده. واقعا در تاله من نوشته که جنگ نرو، هیچ وقت با اصلاح جنگ نرو. آره واقعا حالت خوبه؟ واقعا حالم بده. دمتون گرم که خدافزی کنم دیگه، سایی که نداری ماچ به همه تون خود منو ماچ کنم من شما رو خدافز شما خدا نگردم.